سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حمله تند و بی‌پرده نیک یوسفی به ایرج طهماسب برای همکاری با حکومت میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. پخش قسمت اول برنامه تلویزیونی مهمونی با کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب موجی از انتقادها رو در فضای مجازی برانگیخت. کاربران زیادی که شماری از اونها رو خانواده های کشته شدگان در اعتراضات اخیر و هنرمندان تشکیل میدن، مضامین به کار گرفته شده در این برنامه رو اهانت به معترضان زن و تلاش برای عادی سازی توصیف میکنن. شماره دیگه ای هم البته به دفاع از ایرج طهماسب پرداخته و نوشتند وی با طنز سیاه، استراب و دلهوره سال گذشته در بیرون رفتن از خونه و احتمال برنگشتن رو در رسانه حکومتی با اون همه سانسور سفت و سخت و خطرات امنیتی مطرح میکنن و اتفاقا شایسته تقدیرن. در قسمت اول برنامه مهمونی، محور گفتگوی ایرج طهماسب بر سر بیرون رفتن، برنگشتن و گرفتن خواهر مهمون برنامه است. گفتگویی که در اون عبارت خواهرم رو گرفتن در مخاطب ظن دستگیر شدن خواهر مهمان رو ایجاد میکنه. اما در ادامه این گفتگوی طنز عنوان میشه که گرفتن خواهر به معنای پیدا شدن خواستگار و ازدواج. سال قبل برات بهتر بود یا امسالی که داریم پیش رو داریم؟ سال قبل آقا. سال قبل بهتر بود؟ آره خیلی بهتر بود. چرا؟ خواهرمو گرفتن. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از مهسا امینی، نیکا شاکرمی، حنانه کیا، غزال چلاوی، شیرین علیزاده و تعداد دیگری از زنان معترض کشته شده و همچنین تصاویری از زنان بازداشت شده در 6 ماه گذشته با استفاده از عبارت خواهرم رو گرفتن به دستمایه طنز قرار دادن بازداشت زنان معترض در برنامه مهمونی اعتراض کردند. لیلی مهدوی، مادر سیاوش محمودی، نوجوانی که در جریان اعتراضات تهران کشته شد، در یه استوری اینستاگرام خطاب به ایرج طهماسب نوشت: پسر من پارسال بیننده برنامه شما بود، اما بچه من رو کف خیابون با گلوله جنگی کشتن. این درد وسیله‌ای برای خندوندن نیست. آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی از معترضان کشته شده، در واکنش به این برنامه که تولید و اجرای اون رو ایرج طهماسب بر عهده داره نوشته: بله آقای طهماسب، خواهرزاده رو گرفتن و زنده بر نگشت، کشتنش. این حرف شما مصداق بارز شکنجه است. چند گرفتی؟ خاله نیکا شاکرمی در ادامه استوری اینستاگرامی خودش نوشت که کسی حق نداره در هیچ برنامه طنزی با هیچ لحن کنایه آمیزی در مورد بچه های ما حرف بزنه. آتش شاکرمی همچنین از اینکه سازندگان برنامه تلویزیونی مهمونی از به نوشته وی عادی سازی به دلغک بازی روی آوردند به تندی انتقاد کرد. اما نیک یوسفی، فیلمسازی که خودش همزمان با اعتراضات در ایران مدتی بازداشت شده بود، در صفحه اینستاگرامش تصویری از نیکا شاکرمی و حنانه کیا منتشر کرد و خطاب به ایرج طهماسب نوشت: دیدم مدت‌ها اینستاگرام فعال نبودین، گفتم خواهرمون رو بهتون معرفی کنم. متاسفانه رفتن خیابون، برنگشتن. او در ادامه با این استوری ها با حمله به برنامه مهمونی و ایرج طهماسب نوشت: آقای طهماسب، کیان پیرفلک یه برادر کوچکتر داره و احتمالاً از حجم غم و غصه برنامه شما رو هم میبینه و تو دلش بگه اه آقای طهماسب قراره در مورد برادرم یا آدمهایی که تو خیابون دستگیر یا کشته شدن حرف بزنه. اما نیک یوسفی در ادامه هم این استوری رو منتشر کرد و نوشت: شما میخواستی به اتفاقات اخیر اشاره کنی. راههای بهتری هم بود. میگفتی امسال عروسک بچه‌مون رو نداریم، چون از وقتی رفت خیابون دیگه بر نگشت. نیک یوسفی در ادامه هم این استوری رو منتشر کرد و نوشت: آقای طهماسب، میدونی از چی حرصم میگیره؟ شما آدم حسابی این مدیوم هستی. ما از شما خیلی انتظار داریم. شما خلاقی و کاربلد. ولی از این کلیشه‌ای تر نمیشد به اعتراضات اشاره کرد. خواهرش رو گرفتن که چی؟ الان شما رفتار خواهر رو نقد کردی یا عملکرد حکومت رو؟ نیک یوسفی هم این استوری رو منتشر کرد در ادامه و نوشت: من با گذاشتن کنسرت یا ساخت فیلم هیچ مشکلی ندارم. برعکس میگم باید بیشتر از اینها ساخته بشه تا بیشتر حرف زده بشه. ولی نه این مدلی. هم حکومت رو راضی نگه داریم، هم مردم رو. اون وسط قسمتی هم 1 میلیارد دستمزد بگیریم، بعد بگیم ما برا دل مردم ساختیم. عزیز، رئیس،
فرمانده. شرمنده اگر بی‌رحمانه نقد می‌کنم. متاسفانه توان فراموشی خون‌های ریخته شده رو ندارم. او در ادامه هم این عکس رو منتشر کرد و نوشت: آقای طهماسب، حدس می‌زنم ایشون رو هم نمی‌شناسید. نیکی یوسفی در واکنش به افرادی که معتقدند ایرج طهماسب با طنز خودش خواسته از حکومت انتقاد کنه نیز اضافه کرده راه‌های بهتری هم بود. حساب توییتری یه وکیل هم در واکنش به مضامین این برنامه نوشته که خواهرم رو گرفتند برای ما تروماست. برای ما زنانی که سالهاست حق آزادی پوشش نداریم، گرفته شدن توی خیابونها خنده نداره. خشم و درد و نفرت داره. در ادامه ی انتقادها از ایرج طهماسب، کاربرانی با عکس زندانیان زن از جمله نیلوفر حامدی و اله محمدی، دو روزنامه نگاری که به دلیل انتشار مطالبی درباره مرگ و مراسم تشییع و تدفین مهسا امینی کماکان در زندان هستند، یا زنانی که به دلیل مخالفت با حجاب اجباری با اتهامات امنیتی روبرو شده و سالها رو در زندان گذروندن، به آقای مجری انتقاد کردند. روشنک روزبهانی، تصویرساز ساکن لندن، با انتشار طرحی از چهره مهسا امینی در توییتر نوشت: آقای طهماسب، خواهرم رو گرفتن. خواهرم رو زنده گرفتن و بدن بیجانش رو پس دادن. اما در میان سیل واکنش‌های انتقادی برخی کاربران، بعضی‌ها هم به دفاع از ایرج طهماسب پرداخته و به سابقه هنری وی و آثاری که همواره از اقبال عمومی برخوردار بوده اشاره کردند و نوشتند: او همیشه با مردم بوده. از جمله کاربران نوشتند که ایرج طهماسب با سال گرفتن، سال خیابان، سال قبض روح جمله سازی کرده و به زیرکی این ترس رو که هر کس به خیابان رفته باید بازداشت شده باشه و این میتونه باعث قبض روح بشه بیان کرده. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.